در واقع سلوات خلاصترین، ترین ترین و در این حال کاملترین آینه اعتقادی ما هست که در واقع با ذکر این سلوات در طول روز و تکرار آن در واقع با یک کار تکراری را انجام نمیده بله، یا میگفت بله. که چقدر ما ذکرها رو مثلا میگفت چند بار تکرار کنیم میگفت فکر نکنید که شما یک عمل تکراری را انجام میتین در واقع شما با هر بار اعتراف به اعتقادات خودتان درجه از درجات خودتان رو به سمت بالا در واقع به اوج رساندن خودتان کمک میکنید آیا اینطور هست؟ شکی نیست همینطوریه ببینید آدم وقتی مریض میشه تا زمانی که خوب نشده از قرص استفاده میکنه ام. از دارو استفاده میکنه اگر یک آن این دارو رو ترک کنه احتمال مرگ انسان احتمال بالاخره ضرر برای انسان احتمال عدم بهبودی اون کسالت انسان وجود داره لذا باید انسان تا زمانی که مریض هست این قرص ها را مصرف کنه این در مورد ضرر و زیان ها و مریضی هاست در مورد کمال انسان و عروج انسان به پله های ترقی و کمال هم باید همین کار را انسان بکنه و این ذکر ها مثل سلوات مثل لا حول ولا قوت الا بالله مثل ذکر یونسیه و امثال اینها اینها از کار است که باعث ترقی و بالا رفتن عروج انسان به طرف کمال و صعود انسان به سوی کمال لذا بنده برای این که یک فضیلت را در مورد سلوات ذکر کنم حدیث را از پیغمبر خدمت هلی. شما و بنندگان عزیز به عنوان توفه ذکر میکنم حضرت فرمودن من قال صلی الله علی محمد و آل محمد اعطاه الله اجر اثنین و سبعین شهیدا هر کس واقعا صلوات رو بفرسته خداوند متعال پاداش هفتاد دو تا شهید را برای این عنایت میکنه و خرج من زنوبه که یوم ولدت و امه و خداوند این از گناهانش تبرئه میکنه مثل اون روزهایی که تازه از مادرش متولد شده باشه